سرخط خبرها و مهمترین ها. روزنامه جمهوری اسلامی: طالبان عکاس ایرانی را در قنصلگری افغانستان در مشهد شکنجه کرده است. رسانه های آلمانی: عامل حمله بعد تجمع مخالفان اسلام در آلمان یک افغان است. طالبان: بر اثر غرق شدن یک قایق در ننگرهار 20 نفر کشته شدند. و بالاخره پس از سالها انتظار یک خبر خوش بشنوید. مشروع خبرها. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که چند پیش یک دیپلمات طالبان یک عکاس ایرانی را به داخل قنصلگری افغانستان در مشهد کشانده و او را شکنجه کرده است. به نوشته این روزنامه ایرانی، این دیپلمات افغان پس از شکایت عکاس اخراج شده است. منابع موثق از مشهد تایید کردند که این رویداد روز شنبه اتفاق افتاده بود. به گفته منابع ما، بعد از این رویداد عکاس ایرانی از دکتر سلیم، دیپلمات طالبان کامل اصلی خشونت بود، به دولت ایران شکایت کرده است. جمهوری اسلامی ایران سپس این دیپلمات طالبان را به دلیل ضرب شتم شهروند ایران به عنوان عنصر نامطلوب شناسایی و از کشور خود اخراج کرد و به جای او یک دیپلمات دیگر طالبان را پذیرفت. سلیم عضو طالبان به عنوان سکرتر اول جنرال کنسول افغانستان در مشهد کار میکرد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت گروه طالبان چند قبل 3 دیپلمات را برای اقدامات کنسولی به قنصلگری افغانستان در مشهد اعزام کرد که مورد موافقت وزارت خارجه ایران قرار میگیرد. یکی از آن دیپلمات ها سلیم، مشهور به دکتر سلیم نام داشت، که یک عکاس ایرانی را به داخل قنصلگری افغانستان در مشهد کشانده و شکنجه میکند، که پس از آن با شکایت این فرد از ایران اخراج و یک دیپلمات دیگر از جانب طالبان جایگزین این فرد خاطی میشود. رسانه های آلمانی: عامل حمله به تجمع به مخالفان اسلام در آلمان یک افغان است. رسانه های آلمانی گزارش دادند مهاجمی که روز جمعه با چاقو به تجمع مخالفان اسلام در شهر مانهایم این کشور حمله کرد یک افغان است. مجله اشپیگل نوشت که این مهاجم 25 ساله متولد شهر ایرات افغانستان است. در این حمله دست کم 6 نفر از جمله یک پلیس زخمی شد. روز جمعه یک مرد با چاقو به کارزار یک گروه راستگرای موسوم به جنبش مردمی حامی اروپا حمله کرد که در نتیجه آن 6 نفر به شمول یک پلیس زخمی شدند. خبرگزاری آمریکایی نوشت که مهاجم با شلیک پلیس زخمی و بازداشت شده است. مجله آلمانی گزارش داد که فرد مهاجم در شهر هسن و در 40 کیلومتری محل حادثه زندگی میکند. این نشریه نوشته که ادارات امنیتی آلمان تا اکنون او را به عنوان فرد خطرناک شناسایی نکرده بودند. توماس شدروبل، وزیر داخله ایالت بادن ورتنبرگ، گفته است که حالت پلیس مجروح و وخیم است. درباره وضعیت 35 فرد زخمی دیگر اطلاعی داده نشده است. رهبران مخالف بر آزادی افغانستان از اشغال طالبان تاکید کردند. شمار از رهبران مخالف در سالگرد کشته شدن دو فرمانده ارشد پلیس دولت پیشین به دست طالبان بر رهایی افغانستان از اشغال این گروه تاکید کردند. این رهبران گفتند طالبان افغانستان را به مرکز تجمع و پرورش تروریسم و صدور آن به خارج کشور تبدیل کردند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی از جمله مخالفان طالبان بود، که در نشست مجازی به مناسبت 13مین سالروز جان باختن جنرال داوود داوود و جنرال شاهجهان نوری، فرماندهان پیشین پلیس افغانستان، صحبت کرد. آقای مسعود گفته که افغانستان تهاجم و وحشت را تجربه میکند و رهایی از این وضعیت نیازمند مبارزه عملی است. او با ابراز این که غرب و شرق به کمک مردم نخواهد آمد، از افغانها خواست که متحد بوده و به خود باور داشته باشند. محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری، هم در این نشست گفته که افغانستان به اشغال تروریسم در آمده و تسلط مجدد طالبان بر این کشور نتیجه یک تبانی داخلی و معامله ننگین بیرونی بود. او میگوید فقر، بیکاری، قتل‌های زنجیری، تبعیض، افرادگرایی، محرومسازی دختران و زنان از حق آموزش و کار، نقض سیستماتیک حقوق بشر و از همه مهمتر تبدیل کردن افغانستان به مرکز تجمع و تربیت، تجهیز و صدور تروریسم به بیرون از افغانستان لکه ننگ بر تاریخ کشور ماست. آقای قانونی از استادگی زنان دختران افغانستان ستایش کرد و گفت که رهایی از اشغال نیازمند مبارزه مسلحانه سیاسی و مدنی مردان و زنان افغانستان است. جنرال سمی سادات، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، با بیان اینکه تخریب و توطئه داخلی موجب سقوط دولت پیشین شد، گفت که سقوط اخلاقی در میان قش سیاسی باعث فروپاشی نظام جمهوری شد. سادات گفته که مخالفان توان ساقط کردن رژیم طالبان را دارند. جنرال داوود داوود، فرمانده پیشین حوزه شمال افغانستان، و شاهجهان نوری، فرمانده پلیس تخار، به تاریخ 28 می 2011 در جریان یک انفجار انتحاری در ولایت تخار کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
طالبان بر اثر غرق شدن حقایق در ننگرهار 20 نفر کشته شده. در مقام‌های ملی طالبان خبر دادند که بامداد شنبه بر اثر غرق شدن حقایق در دریا در ننگرهار 20 نفر کشته شده است. دفتر والی طالبان در ننگرهار گفت تا اکنون 805 نفر از قربانیان رویداد پیدا شده است. گفته شده این قایق عامل 25 نفر از جمله زنان و کودکان بود. بر اساس اظهارات مقام‌های طالبان این قایق جنراتوری حوالی ساعت 7:30 بامداد روز شنبه در ولسوالی مومندره غرق شده. طالبان گفته 5 نفر از سرنشینان قایق نجات داده شده است. در بیانیه آمده تیم‌های کمکی اضطراری وزارت صحت طالبان و سایر مسئولان این گروه به خاطر جستجوی اجساد قربانیان به محل حادثه اعزام شده است. گاف کابلوف و لاف لاوروف. خبرگزاری روسی روز دوشنبه به نقل از امیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گزارش داد که این کشور در مسیر حذف گروه طالبان از فهرست سازمان تروریستی قرار دارد. کابلوف ادعا کرده که پیشنهاد در این خصوص از سوی وزارت‌های خارجه و عدلیه کشورش به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داده شده است. وی افزوده که بر رسمیت شناسی طالبان از سوی روسیه متعمل‌تر از زمانی است که این گروه به قدرت برگشت. همزمان با آن رسانه‌ها به نقل از خبرگزاری روسی گزارش دادند که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طالبان را قدرت واقعی افغانستان خوانده است. وی تصدیق کرده که حذف احتمالی طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی در پرتو این واقعیت صورت می‌گیرد. البته قبل از آن دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین از رخ ماجرا پرده برافگنده بود. او روز سه‌شنبه 2 اپریل سال روان مدعی شده بود که کشورش در حال کار برای حذف طالبان از لیست گروه‌های تروریستی است. حالا که سه مقام روسیه که پای دیگر روی مسئله وای تاکید کردند، بررسی آن ضروری می‌نماید. با خواندن اظهارات آن سه مقام روسیه دقیقاً سه پرسش جای در ذهن هر شهرشننده خلق می‌شود که به آنها پاسخ گفته می‌شود. چرا روسیه تن به حذف طالبان از فهرست تروریسم می‌دهد؟ چهار عامل در زمینه می‌تواند مؤثر باشد. یک، روسیه به دلیل گرفتاری در بحران اوکراین احساس تنهایی، انزوا و خطر می‌کند. وقتی به تنها هدف اتحادیه اروپا، ناتو و اوکراین که شکست روسیه توجیه کنید، صد تهدید علیه این کشور را خوبتر درک می‌کند. به همین دلیل تلاش می‌کند از رقم دشمنانش کاسته و به رقم دوستانش بیفزاید. برای نمونه سفرهای خارجی اخیر پوتین حکایت از انزوای کشورش می‌کند. اگر چنین نباشد سفر به بلاروس و ازبکستان که هر دو مطیع روسیه دانسته می‌شوند ضرورت ندارد. البته که سفر به چین هم نیاز است و هم حائز امنیت، اما مینسک و تاشکند نه تنها متحد که تابع روسیه به حساب می‌روند و به این زودی‌ها لغزیدنشان به سمت بلوک رقیب دور از ذهن می‌نماید. همچنان دریایی مسکو از گرفتاری‌های پرشمارش نمی‌تواند نقش خاص ایفا کند. مهم‌تر از آن لاوروف اظهار داشت قزاقستان قبلا این تصمیم را گرفته است و ما نیز می‌خواهیم تصمیم بگیریم که طالبان را از لیست سازمان‌های تروریستی حذف کنیم. این گزارش جالب و مهم را می‌توانید در ویدیوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک